د ژوندون نړیوال تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه ونی کی هلی بیا حمزه پټان د یو بشپړ راپورتاش په وړاندې کولو سره ساس پدران چوپړ کیم د سهار 8 بجې دی د حضرت صاحب د کور مخه ده دلته ویل کیږي چې د شمال ټلوالې مشان د حضرت صاحب ته د بخنې د غختلو لپاره راځي منګ او نور مطبوعات او پسلګونو تنو قومي مشان ملکان سپینګيري مخور شخصیتونه د دوی پتا مایو ترڅو دوی راشي او خپل بخنه له حضرت صاحب نه وغواړي او وګورو چې دوی په څو بجو را رسیږي او څنګه راځي د ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګرانو اوریدونکو د 1993 دسمبلې په 13 نیټه هغه ورځ چې د لوی جرګې په تالار کې د شهیدانو اونۍ او یا هم د نظار شورا قماندان احمد شاه مسعود د مرګ تلین لمانځل کېده د احمد شاه مسعود پلویانو د هیواد ستر جهادي او روحاني شخصیت حضرت صبغت الله مجددي په نارو سورو چغو او شپېلکو باندې سخت توهین او دی دې ته پرېنښود چې په دې باب وینا وکړي برادرا منه میفهمم کې شما برای چی تو رکش لمن نشان دادین شما میفهمید که بخو از اولی که خداوند جهاد بالای با فس ساخت و من اعلان جهاد کردم تا امروز از تمام این فرادرها بدون تبعیض پشتیبانی کردیم کمکایی که ما برای مردم پنجشیر کردم هیچ کسی نکرده بود هیچ رهبری نکرده بود ما خب با این تمام چیزها رو فراموش کردین با امان خدا خدا امرتان باشه اگر من راست بودیم راستی بر خدا بیاره اگر شما غلط بودیم خدا جزا بده چه دغه کار د هیواد په ګوډ ګوډ کې د افغانانو سخته غوسه را وپاروله او دغه عملی په سخت ټکو وغنده او اوس هم لاغندی دورنگی در عبادتگاه ما نیست دورنگی در عبادتگاه ما نیست به یک دل دین و دنیا می پرستیم الحمدلله و کفا و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم صدق الله مولانا العظیم به اجازه جلالت مآب و شخصیت علمی معنوی یعنی عالم حال و قال اساس گذار جهاد در کشور عزیز ما الگوی فداکاری و تقدیم نمودن شهادت از خانواده معظمشان اولین رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان جناب پروفسور حضرت صبغت الله مجددی صاحب خیرتمندان علمای کرام نخبگان و نمایندگانی که از ولایات دور و نزدیک تشریف آوردین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران قبل از اینکه ما نقطه اصل را خدمت شما به عرض برسانیم و آنچه که همیشه در دوران جهاد تجربه ثابت کرده از دوران جهاد تشکیل حکومت عبوری
تشکیل حکومت انتقالی، تشکیل حکومت انتخاباتی برای هر شخصیتی که جناب حضرت صاحب عرض گذاری کرده و دست مانده او را به پیروزی رسانده. و این مرحله نیز آنچه که جناب حضرت صاحب با دعوت بیشتر از 2500 علمای جدید کشور در خانه ملت و خانه معروف یعنی لوی جرگه دعوت کردن، این دعوت فقط این بیعت با جناب حضرت صاحب صبغت الله مجددی بودن که همه مردم به صدای اینها لبای گفتن، با هدایات و رهنمایی اینها مردم به طرف تعیین سرنوشت خود شتافتند. بناهن روی این موضوع است که همیشه جناب حضرت صاحب خیر و فلاح مردم خود را در هر برهه اساسی تاریخ، در هر شرایط حاد تاریخ، وقتی که اینها از خود حرکت نشان داده و او حرکت را به نقطه پیروزی و به نقطه پایانش او را رسانیده. بناهن روی هم رفته جناب حضرت صاحب شخصیتی هست که فراتر از یک تنظیم، فراتر از یک حزب، بلکه شخصیت علمی افغانستان، نه بلکه در سطح ملی و بین المللی و این فروفیزوری را که جناب ایشان به دست آورده، این فروفیزوری فقط به اساس به دست آوردن علم شریعت هستند که اینها فروفیزور هستند. اینا فروفیزور در ابعاد مختلفی حقوقی، فقهی و شرعی بوده که اینها به دست آورده. اینها هر لحظه ای که در کنار مردمی خود هستند، مردمش با خود میبالند. سایه حضرت صاحب در افغانستان یک برکت است. پس این برکت روی اینمیستن که همیشه وقتی که نیت خیر داشته و خداوند ای را عمر بیشتر بیدیه، خداوند برشان عزت بیشتر بیدیه. ما باید نکته ای که شاعر میگه که ما نخل درختیم پر از میوه توحید، ما نخل درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند آر نداریم. بناهن هفته شهید مربوط به یک شخص، مربوط به یک کس نیست. هر فرزندی که شهید شده او از امی وطن بود، به خاطر آزادی ای وطن خون داده، به خاطر آزادی ای وطن قربانی داده. اما با تأسف که امروز بازماندگان خانواده شهید ما گدایان شهر هستند، بیوه ها و خانم های شهدای ما امروز توهین و تحقیر میشه، خانواده شهدای ما امروز در فلاکت ترین شیوه زندگی زندگی به سر میبره. اما ماییم که بی انصافانه، اما ماییم که غیری که ما برادرای خود را یاد کنیم و سنگرای گرمی جهاد را اونها با خون سرخ خود حفظ می کردن، اما ماییم که امروز از نام آنها استفاده می کنیم. ای وای، کاش که این استفاده به طریق شرعی، یا کاش که این استفاده به طریق افغانی، کاش که این استفاده به طریق
عقلانیت و هوشمندی باشه، اما ما این شیوه را به شکل وحشت، بربریت، به شکل شیوهی که ملت را ما باید وحشت بیندازیم، ای را ما تجلیل به عمل می آوریم. بالاخره نتیجه داشوا چې د نظار شورا مهم غړي د حضرت صاحب نه بخنه وغواړي، خو کله چې دوی غونډې ته راورسېدل نو د رسنیو له شتون سره یې مخالفت څرګند کړ او نه یې غوښتل چې د رسنیو په وړاندې له حضرت صاحب نه بخنه وغواړي. بالاخره رسنۍ د ټاکلي ځای څخه وویستل شوې. حال میدیا به سطح جهانی صورت گرفت، باید در محضر میدیا حل شود، ولی بازم چون اینا نمیخواین بین، ما به احترام از یک میمان ما هستن، این خواهش را جناب عصب قبول کردن، لطف کردن، میدیا محترم از آمدنشون بسیار تشکر میکنیم، خدا به شما خیلی بده تشریف آوردین، ولی چون میمان ها نمیخواین در حضور شما حاضر شوند، مجبور هستیم ما از شما خواهش کنیم که از اینجا شما تشریف ببرین، در سراچه اونجا به شما ترتیب چای از چای نوشجان کنین، باز شما با مطبوعات بگین که اینا در محضر ما نخواستن حاضر شوند، ما چون میماندار هستیم مجبور خواهش میمان ها را قبول کنیم. او دی بخنی دی غختلو لپاره دی ولسمشر لومړی مرستیال خاخلی محمد یونس قانونی دی دری سر تا راغی مراسم عمر سبی شهید بودیم. امروز فرصت خوبی منصف شد که ما آمدیم به عنوان یک شخصیتی که رهبر جهاد هست، شخصیت روحانی عالم، دوست همه ما، دوست عمر سبی شهید، و مثل که خودشان میگن که همیشه به عنوان یک رهبر معنوی و دوست با مجاهدین زحمات خود کشیدند. ما از آنچه در کروز صورت گرفت واقعا متاسف و متاسف هستیم. بحث سازماندهی بود، نه بحث خواست کسی بود، نه کلام برنامه تبلیغ. چهار تا جوانی که به اصطلاح بیشتر احساساتشان غالبتر بود، شایعاتی هم در اونجا گویا پخش شده بود که چه مسئله است چه مسئله نیست، همین حادثه صورت گرفت. شما بزرگ همه هستین، رهبر، مجاهد، عالم، روحانی، از این لحاظ جمع دوستان روز تصمیم گرفتیم که خدمتتان برسیم. گرچه که قرار بود که یک روز دو روز پیشتر میخواستیم برسیم و امروز رسیدیم، و ما از همه دوستان و عزیزان میخواهیم که بگویم در خانواده این مسائل می باشد، در تنظیم این مسائل می باشد، کل ما افغان هستیم، مسلمان هستیم، مجاهد هستیم، این حوادث هست، و ما میخواهیم که هیچ کسی حق کسی را نداره که از یک قضیه، از یک معضل سیاسی جور بکنه و از یک برابری سیاسی بکنه. این نه با مصلحت کسی است، نه با خیر کسی است، و نه کسی که حق را داره که قضایا باشه. در بسا از مجالس حوادثی صورت میگیره، جنجالی صورت میگیره، شاید خیر در همین بود که به همین مرحله این قضیه تمام شد و ما با جمع دوستا که امروز خدمت رسیدیم به همین که اظهار تاسف داشته باشیم و خدا خواسته باشه که جلوی حوادث گرفته شود. در افغانستان به حد دردهای زیاد وجود داره که با گریه کردن به بقیه مسائل چانس باقی نمیماند. این قضایای انتخابات، قضایای اقتصادی، مسائل بدامنی، مسائل جنگ در بس بس مناطق، مسائل بمبار، مسائل مشکلات دیگر کفایت میکنه که ما با این اندوهای خود گریه کنیم. جناب حضرت صاحب بزرگای مجلس، آرزوی ما این خدا خواسته باشه که همه ما با یک روحی وحدت ملی، با یک همبستگی، خدا خواسته باشه اینو در اولویت خود قرار بدیم که چطور بتانیم در بین دو ستاد انتخاباتی که هر دو از شخصیت‌های بزرگ افغانستان هستند راهی رو به وجود بیاریم که در او واقعا خدا خواسته باشه آرای مردم افغانستان تعیین کننده باشه. مردم ما به سوتو آمدند، مردم آزاده هستند، مردم خسته هستند، ما هم وحدت ملی و هم توافقاتی که در ارتباط با حکومت وحدت ملی با وجود آمده به نتیجه برسیم. فکر میکنم اولویت ما باید یک مجاهد، باید یک افغان، باید یک شهروند ایست که در جهت حل این معضل بیشتر از گذشته کوشا باشیم، تلاش بکنیم تا این مصیبت خدا خواسته باشه با پایان برسه. ما یقین دارم که هموطنهای عزیز ما، شما بزرگایی که در این مجلس تشریف دارین، همه به این عقیده هستن که زود این استقلال را ما با یک باید نقطه برسانیم که در اون خدا خواسته باشه، خواست خدا و خواست اراده مردم افغانستان تمثیل شود. از لطف شما، از احساس شما، از همه شما من سپاسگزاری میکنم. مجلس طولانی نمیسازم، از خداوند به همه شما اجر و موفقیت استدعا میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.